بسار روح پرفتوه آرایی یکی صاحب نسلی و بس به عصب اهورایی یه بس دیگه کم کم درم شم یه جورایی اوستا و بسار بندر برم پویانت در این دراهی اوستا و بسار بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی اوستا و بسار دستم بگیر و رهایم کن به راهی دوستا و دستا یا لا بکن یا مدربه یا همراهی تو که خیرت برزمین و سرشت از آوین مهری چرا کم لطفی با خود زنی و با ما بی مهری منتصب به جد به تو فرمان آزادی میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی داشتی روستا و دستا تو همچه ما ره به دادار یکتایی روستا و دستا یا لا بگو برات بخونم دعایی یوستا و دستا سرناهی یک تا پرستی یا پاکی یوستا و دستا یا لا بگو اگه با ما نفس با کی با کی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرو نگو شد بگو سپاس ولی مقصد همه خداست حالا ببین من زرتشتیم دینم آتیشه در حصار آیه ها اندر پی آرامشم یک نفر اندازه گیرد امتداد سایشم نقطه اثبات گشتم سخن آهسته گو نیست رؤیایی به پرهای درون بالشم باید از تکفیر و این آدم ها که نه باید از تکفیر و این آدمک ها بگذرم لخت و اور گشتم که اینک مایه لغزایشم شرمسار از عزیزانی که عریان می شوند آهوی دریایی دنیا را تکون داد دخت آریایی من سپردم دست آنها رشته پردازشم آه ای پاشیده رنگ شب به اندام سحر این زمان من دختر آسی به خاک خواهشم انتهای داستانم باز بی پایان گذشت اگر که مجنونم بخوانید جای هیچ تردید نیست همچو بهنام امیر بهنام سراینده این چکامه در پی احقاق حق و نقطه آرامشم مرگ من اینجا نباشد مرگ من اینجا نباشد من زنی آزادم این سروده رو مهربان یار استاد گرامی امیر بهنام آهوی عزیز آهوی دریایی برای تو سروده مثل ده ها که فکر کنم به صد ها هم رسید سرودی که برای تو سرودند و میلیون ها انسانی که در سراسر جهان دیگر بار اومدن و
آوا و فریاد تو رو تنین افکن کردن در جهان و یادت رو هر روز دارن بزرگ میدارن. این بادکنک ها، این دکوراسیون امروز ما هم اینجا برای دوتا فرزند توست آهو جان، دوتا فرزند نازنینت بزرگتر از این بادکنک ها هستن، ولی برای اینکه بدونن تو کاری شادی آفرین، شور آفرین و شورشی در تاریخ ایران انجام دادی، ناخواسته، نمیخواستی که، اون پدر سوخته ها مزاحمت شدن، اون اتفاق افتاد و مثل همیشه به زیان مزدوران استعمار در میهن شد، به زیان اشغالگران تازی شد مثل همیشه، و پیروزی از آن تو شد و سلحشوری و ماندگاری در تاریخ. این مردک آدمک و مردک خودشو به عنوان همسر آهوی عزیز معرفی کرده بود و مزخرفاتی گفته بود، تو شما آدمک ها برین خجالتاتونو بکشین، اون از دست تو فرار کرده و مدت هاست که از تو طلاق گرفته و باز دوباره خودش رو پای خودش ایستاده، همزمان کار میکنه، تحصیل میکنه، فرزندانش رو داره بزرگ میکنه. این چی بگم به شما، شرف ندارید، شما هیچی ندارید. یعنی نه تنها این یارو همسره که میاد جلو دوربین زر میزنه، نه تنها این، همه پدر مادرها و مادر بزرگها و پدر بزرگهای دیگه ای که میرن همراه و همگام میشن با نوکران استعمار در درون میهن ما، بچه های ما رو گرفتن دارن میزنن و میکشن و زندانی و شکنجه، بعد اینا وقتی که حسابی اذیتشون میکنن و چه از بالا ساختمون اینا رو میندازن پایین، بعد به پدر مادرهای بدبخت بیچاره، بابا بمیرید، بمیرید از این غم، بمیرید از مولوی بیاموزید. وقتی اون سالها گفته بمیرید، بمیرید برای حالا گفته، بچه تو میکشن، تو برای زنده بودن، تو برای زنده بودن میری خون اون رو پایمال میکنی، خودکشی کرده بود، دیوانه بود. من میدونم که شما همه تون تازی زده هستین، اینم یادتون نره وقتی من میگم این آدمک ها و آدم ها و این خود فروختگان و این اکثریت خاموش، این انسان های دلیر و سرحشور آریایی نیستن که پیر و جوان از بچه خردسال گرفته تا آدم 100 ساله 98 ساله. روزی که به من زنگ زد 89 سالش بود، درود بهش، درود. منظورم شما آدمای خوب ایران نیستید، منظورم شما مهربان یارانی که در میدان نبرد بودید، هزاران سال بودید و هستید و خواهید بود نیستید. این سیر میلیونی تازی پرستانی است که سید اولاد پیغمبر و آقا و آقا امام زمان، آقا امام زمان، این مزخرفات، بدبخت امام زمان نیست، بدبخت بهش نیست، جهنمی خارج از جهان نیست، بیچاره خارج از این زمین چیز دیگری نیست برای جسم تو. وقتی مردی رفتی اینقدر ترسو بزدل خود فروخته نباشید که بچه های خودتون رو دارید میفروشید، بچه خودتون رو میفروشید. حالا امروز نکته با هم میره، من میخوام با آگاهیتون برسونم. اول از همه یک بار دیگر میخوام اینو بهشتون بگم و شما خوب بهش دقت و توجه کنید، چون خیلی مهمه این نکته که میخوام امروز بهتون بگم. یعنی همه این نکته ها مهمه، ولی به این خوب دقت کنید. ببینید، ما همیشه هم بهتون گفتم، بازم میگم، تأکید میکنم که ما، یعنی من مشخصا سیاوش اوستا، من برای شما هم خبر رسانی میکنم، یعنی یک سری اخبار و رویدادها، اتفاقیات، حوادث، اینایی که تو جهان و ایران و اینا پیش میاد برای شما تعریف میکنم. اینا میدونید اسمش چیه؟ این اسمش خبره. خیلیتون نمیدونید، پروفسور و دانشگاه و استاد و فلان و فلان، تا بچه های نازنین هم جوان ها و دانشجوی اینا، خیلیتون رو نمیدونید که خبر چیست و نظر چیست. وقتی من یه خبری رو به شما میدم، دارم خبرتون میکنم از یه چیزی، از یه اتفاقی که افتاده یا میخواد بیفته، خبر میکنم. وقتی خبرتون میکنم،
دلیل نمیشه که من با این خبر موافقم یا شاید مخالفم. دارم میگم چنین اتفاقی افتاده یا چنین اتفاقی خواهد افتاد. این خبره. نمیفهمید. تا الان که با شما صحبت میکنم نمیفهمید. بازم همون بخش خاصی رو میگم، قاطبه مردم و ملت و اینا رو نمیگم. خوب این رو دقت کنید همیشه. من مد نظرم همیشه کلیت یک جامعه، کلیت یک مردم نیست. همونهایی که میدونم نمیفهمن، صداشون هم کم نیست. خبری رو ما پخش میکنیم که آقا آن شد، این شد، آن شد. آقا تو این چی بودی آقا؟ این چو هوادار اون دشمن اون خبره. مثل که میشستی با تلویزیون با رادیو خبرها رو میگه بهت کجا چی اتفاق افتاد چی. خیلی هم دروغ میگن، خیلی هم نمیگن فلان. نه ولی من راست چی بهتون میگم. بعد تو وسطش میان نظر میدم، میزه گرد میذارن صحبت میکنن اینا افراد، هر کسی یه نظر میده، اون میگن نظر. پس نظر داریم و خبر داریم. نظر و خبر دو مقوله جدا از هم هستن. این رو هنوز شما نفهمیدید. هنوز تازه نکی شما نفهمیدید، چون سر نخ تریبونا و نمیدونم ذهنیت شما هم دست خودفروختگان استعمار است. چون استعمار الان که خیلی وقته، این بارها گفتم دوباره بگم، نمیدونین بدونین. استعمار قبلا سرباز پیاده میکرد، خودش حضور داشت، بیشتر هم انگلیس و فرانسه و پرتغال و اسپانیا، همه اینا دنیا رو رفتن گرفتن. برید تاریخ رو بخورید، همه اینا جهانخواران بودن و تا اوور دنیا رفتن، مردم رو زدن، کشتن، قتل عام کردن. ببخشید این خیلی عذر میخوام از شما، خیلی ازتون بچه ها عذر میخوام، واقعا شرمندم بچه های افغان رو میخوام بگم، خیلی عذر میخوام. ولی مثلا شما در نظر بگیرید الان توی ایران این ناظرین های افغان رو، برادران افغان، خواهران افغان ما رو شما به چه دیده بعضی بینا نگاه میکنن؟ به چه دیده نگاه میکنید؟ این همون دیده بدتر این استعمارگران همین غربیا به ملت های دیگه نگاه کرده و میکنن. تا الان میرفتن آفریقا رو بگیرن، اوبار رو بگیرن، سرخپوست های آمریکا رو قتل عام میکشتن. اینا استعمار بود، حضور داشتن. وقتی که الان صاف و صوف شدن و فلان شدن یکم فلان شدن، دیگه چیکار کردن؟ اینا دیگه مدت هاست میان آدمای خودشونو میکارن. آدم میکارن ولی به زبان تو حرف میزنه، آداب و رسوم تو رو میدونه و و و و و و همین که دیدید برخی از سفرا اینها میان جلو رادیو تلویزیون مثلا همه چیز شما بلد. حالا شما یهو فکر میکنید یارو نکنه رهبره، یارو نکنه رئیسه، یارو نکنه جمهوره. نه، اینا همه نوکرن. محمد رضا شاه حرفاشو گوش کنید. این رضا قطبی، آقای رضا قطبی، خیانت بزرگی که تو کردی سالیان سال رادیو تلویزیون دستید بود. این مصاحبه های ضد استعماری، ضد آمریکایی، ضد فرانسوی، ضد روسی، ضد انگلیسیه. محمد رضا شاه رو پخش نکردی که مردم بشناسنش. یکی از مصاحبه‌هاش با روی انگلیسی خبرنگار میگه چیه؟ ناراحتی که دیگه شما توی مملکت نمیتونید وزیر و وکیل و نخست وزیر انتخاب بکنید و ناراحتی که ما استقلال داریم و و و و و و شاه میگه، به یارو میگه، به انگلیسی میگه. برای همین بود تفلیر زدنش. اینا رو شما به گوشتون نرسوندن، آدمای مزدوری که سازمان یافته اومده بودن که ایران رو نابود کنن، تا الان هم دارن میکنن، همشون هم متحد هستن. خب پس این رو یادتون نره، این یارو فکر نکن راهبر این فلان، اینا همه مزدورن. نکته که امروز میخوام بهتون بگم و چیه و اینه که ببینید قوه قضاییه رو من بارها بهتون گفتم، بارها، که دست انگلیس. یک معاون رئیس جمهور تو مملکت اما جلو سفارت انگلیس کاغذ پاره کرد، گفت من حکم رو که انگلیسی پاره میکنم. یعنی چی؟ یعنی معاون رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی، یعنی گفت این قوه قضاییه با دست انگلیس هست. حالا قوه قضاییه دست انگلیس هست، تامین که من در باشه میکنم صحبت بکنم، همه رئیس جمهور ها گفتن، از هاشمی رفسنجانیش گرفته تا خاتمی که الان زنده است، تامین ها گفته قوه قضاییه چوب را چرخ پای پای چوب را چوب را چوب را. یعنی خب از که دست میگرد؟ از انگلیس. حالا مشخصا امروز
دوباره دکتر عباس پالیزدار بعد سالا اومده رو صحنه افشاگری دو ساعت و نیمه مهمی کرده که خیلی جالبه، هر دقیقهش مهمه. ولی این بابا تفلیس سالها تو زندان بوده، سالها من تو زندان بود باش مصاحبه کردم، جونش به خطر افتاد، بردن سلول انفرادی بعد اون قضایی ها، از جونش مایه گذاشت نمیذاره. خب این آقای دکتر عباس پالیزدار دوباره اومده رو صحنه، داره یک تلنگر میزنه که شما بیدار شید آدمک ها، از خواب پاشید ببینید تو مملکت چه میگذره. تا حدی هم میره جایی میره که دیگه میگه کل این نظام فاسده، الان هم بدتر شده فلان. خب اگه بخوایم یه مقایسه انجام بدیم بین زمان شما و زمان الان، فساد الان بیشتر شده یا زمان الان بیشتر شده؟ علتش ببین، وقتی که من به عنوان اولین کسی که آژیر دوزی رو به صدا در آوردم در جمهوری اسلامی، اسمی که اس بیاری بگی آیت الله فلان، بگی آیت وزیر رئیس و قوه رئیس فلان، تو ارگان رسمی کشور در واقع مورد بررسی قرار گرفتم و این نتیجه خروجی بیرون اومده، مهمتر از جامعه نگاه فاسدین به این بود که خب الان اینجوری شد دیگه با تک تک باره بکنن فلان. ولی دا که با من برخورد شد، عمدن هم با من برخورد شد، عمدن دستگاه قضایی با من برخورد کرد که به همه بفهم چراغ سبز رو نیدیدید، گندلاتشون رو زدید، نگران نباشید، برید جلو، برید جلو، پشت سرتون هست. این دستگیری شما پیامش این بود؟ پیام دستگیری من این بود که چراغ سبزشون دادم به فاسدین که بخوریده بشامید. حالا من یه چیزی ما به شما میگه، این میخواد بیاد حرف بزنه، میخواد بیاد چنین اطلاعات مهمی رو بده دوباره مطرح بکنه که خیلی از شما بچه ها نسل نو و جوان هم نمیدونستن، باید یک معملی برای خودش جور کنه، باید یه چیزی باشه که بتونه بهش تکیه بکنه که نظر نباید دوباره زندان رو بکشن، چه زنش سرطان گرفته وقتی توی زندان بود و و و و و میاد یک اسم مجتبی رو میاره، اسم مجتبی رو میاره یکم اولش که یارو خبرنگاره نترسه و خودش بره. این عمل به شما این شیوه رندی، رند یعنی این، رند یعنی این شیوه رندی رو امروز بهتون میگم. و بعد میره دیگه تا پایین، تا حتی خود مجتبی رو میگه مجتبی فلانه، حتی خود رهبری رو میگه، بیت رهبری میگه، بیت رهبری تو فساد بود، ما وقتی که رفتیم که اسناد بهش دادیم گفتیم آقا خودت بخون، چون اطرافیان هم به فلان میگه رئیس قوه قضاییه رو احضار کرد خونش علی خامنه‌ای، گفت که این است، بعد گفت ما حال می گوش میکنین حرفای خودش، بعد میخوام اینو بگم، میگه آقا رئیس قوه قضاییه هم اسمش تو لیست میده، بعد رئیس قوه قضاییه چه میکنه؟ خیلی مهمه اینا، یعنی بعدم قوه قضاییه به خامنه‌ای میگه که آقا من نمیکنم چنین کاری رو، من اینا رو نمیگیرم، یعنی چی؟ یعنی رئیسش انگلیسه، رئیس علی خامنه‌ای روسه، همسته چی شد؟ ببینید چی میگه؟ مقام مازن رهبری در جریان قرار بدن که این اتفاقات افتاده، نظر ایشون چیه؟ ما میخوام اذن بگیریم که ایشون اجازه پخش رسانه‌ای و تنویر افکار عمومی رو به ما میدهند یا نمیدهند؟ خلاصه یه 54,000 صفحه سند رو و از 183 صفحه گزارش آماده کردم، ارائه دادم، تقدیم کردم، نامه تحت عنوان مقام مازن رهبری دادیم تقدیم آیت الله خضری و ایشون رفتم به آقا گفتودن که این گزارش رو خواهش میکنم گزارش رو بخونید، و ایشون گفتودن باشه من میدم گزارش بررسی رو، و گفتود من پدر پدرتون دو جزء و نیم قرآن میخونم، ازت خواهش میکنم که خودت بخون، چون برای اون کسایی که میخوایی بفرستی بخونن ما همه اسمشون توی لیست هست، بخشی از دفتر بیت رهبری اسمشون توی لیست پالیزدار هست، توی لیست طریق تفاوت مجلس هست، لذا اصلا شما ندید خودتون مطالعه بفرمایید. شما هم قبول کرده بود و بررسی شخصی کرده بود، متوجه جلسه هفته بعدش بود اگه اشتباه نکنم که با مشاورین که آیت الله خضری با رهبری داشتن تو اون جلسه مثلا گفته بودن، خواسته بودن که من حضور پیدا کنم، در صورتی که خب اجازه نداده بودن که من برم پیش ایشون، ولی یعنی تو بیت آدم هایی که تو بیت بس اوکی میدادن آفیش میکردن که من برم تو، اونا اجازه ندادن من برم. منم با مطالعه کرده بودن گزارش های شاهرودی رو ظاهرا صدا کرده بودن تو اون جلسه، همون جلسه بهشون گفته بودن که شما این گزارش رو بخونید، نگاه کردم گفتم این گزارش رو ما خوندیم در جریان هستیم و
گفتم چرا برخوردی نکردین؟ حالا من به اظهار بنا به اظهار آیت الله خزعلی دارم عرض می‌کنم. گفته بودن که اینا علما هستن، ما نمیتونیم با اینا برخورد کنیم. منو بردارید به کسی دیگه ای رو بذارید. گفتم این حرفو آقای شاهد. یک کس دیگه رو بذارید اون رئیس خوب قضا از اون بخواید که این کار انجام بده. من نمیتونم با اینا برخورد بکنم. من فهمیدم که تو معاونای خودت هم هستن. حالا دیگه روشون نشد بگی خودتون هم هستین. چون خودشون آقای شاهرودی هم داخل بله معدن طلای موته اصفهان به خانواده ایشون بالاخره در خدمتشون بودن. بچه‌های دیگه حالا شما این نکته که باید دقت بکنید، من میخوام بهتون بگم مثلا رندی راست این بچه بفهمید. وقتی بهتون میگم رندی تو باید بکنی که نفوذ کنی در سطح بالا، امنیت جانی داشته باشی، بتونی یه کاری بکنی، حرف بزنی. اینا میذارن میکشنت که اینا میذارن دیانای خودشون رو، مایکل جکسونشون رو، اولاف مال نخست وزیر سوئد و همه رو میذارن میکشن. اینا که برای کشتار چون کار داره بدبختی بیچاره. خب یکی تو که مترسی اسمتو بگی یک حرفی میزنی، مترسی اسمتو بدی، تو ما تلفنتو بزنی بدی، تلفن میکنی با مستار، یارو نشسته اونجا زندانم رفته، منم شاهد بودم از راه دور که چه مشقتهایی دکتر عباس پاریزاد تو زندان کشید. حالا میگه آقا این میخواد مشتبه رو گنده کنه، مشتبه رو رهبر کنه، بیچاره بدبخت. این هایی که الان داره چه و چه میکنن به یک دکتر پاریزدار محتاجن که بیاد چه بکنه، کارشون رو کردن. روی قضیه هم امروز با شما صحبت. خب ببینید، ما یک نمونه بهتون بگم دیگه، امیدوارم حفظ شده باشید. ببینید ما تمام خلفای محمد کشتیم، یعنی ایرانی ها. خود محمد هم ایرانی کشتن، حجرالاسود هم بلند کردن، مکه هم خراب کردن، آمدن تو بحرین و ایران فرمان. اینا این کی کرد؟ ایرانی کرد. تمام اون سردارایی که سردارای خلفا بودن دیگه اسمشون فراوان و یک مدتی در رکاب خلیفه برای خلیفه جنگیدن، ولی یهو علیه شدن و زدن و کشتن همون کسایی بودن که با اینا کار کرده بودن. اگه با اونا کار نمیکرده بودن، اعتماد اونا رو به دست نمیوردن که نمیتونست برای تو یارو دم مسجد بزنه، یارو بکشه، نمیتونست که حمله کنه تو خانه بکشش، نمیتونست که بدن کنه عمر رو که الان نمیتونست بکشه. که میگه چیکار میکنه؟ میگه وای چاقو خواب حالت یک آشی بفرسته این مروارید درست کنم، یه فلان میکنم که حال کنی دیگه، هرچی حال کنی. اینا سردارای بزرگ ایرانی که اسیر میشن، زن بچهشون کشته میشه، سربازانشون قتل عام میکنن، ولی سرداره چون میدونن مغز متفکر دانشگاه دیده است فلان فلان نگه میدارن که ازش استفاده کنن، این سردارا میذارن یکی یکی خلفای اسلام رو اول اسلام میگن. یه همجوری بود. خب تملق کردن، چاپلوسی کردن، اولش خودشون رو خوب نشون دادن، اینجوری کردن اینجوری کردن تا نفوذ پیدا کردن، تا اعتماد یارو رو جلب کردن، حفظ جان خودشون کردن. رندی میگن، رندی رو بفهمید، رندی کردن، حفظ جان خود کردن، بعد زدن رو کشتن. این رندی رو از اون موقع تا الان خیلی کردن. حالا من یک مثال دیگه میذارم. این رندی دو تا عزیز من که همتون دوستشون دارین دیگه، الان همه شما اینا رو دوست دارین. یه موقع همه شما به اینا فحش میدادید، ما باید با رندی اسم اینا رو میوردیم، با رندی چه میکردیم، با رندی دیگه الان همه دیگه میمیرید. برای دو تا کی؟ این دو تا، یکی رضا شاه، یکی محمد رضا شاه. رضا شاه خب نمیدونید شما، اصلا نمیدونید. رضا شاه اوایلش که میاد هنوز سرباز قزاق هاست. قزاق ها سرباز های روس هن. روس در ایران نیروی نظامی داره و رئیس قزاق هاست و قزاق. بعد ایشون میاد مأموریت هایی که انجام میده، کارهایی که انجام میده، اینا باعث افتخاره. ولی میگم که بفهمید، رندی رو بفهمید، بفهمید که مبارزه همینجور نیست، مبارزه شیوه داره. اونایی که میان میخوان آدم ها رو خراب کنن، اونا مأموریت دارن، یا هم خرن تو خریت میفتن. من خون خرار روشن کنم که دیگه هیچ جهت تله نیفتن. رضا شاه حتی موقعی که رضا میرپنج و رضا فلان رضا فلان و رضا اینا هست، ایشون حتی مأموریتش حفاظت از سفارتخونه های تهران بوده. جلو سفارتخونه ها عکسای رضا شاه هست که به عنوان محافظ وای میستاده. از تو شکم ننش که رضا شاه در نمیاد که، تا سنی هم میره بالا با فکر با اندیشه نفوذ میکنه،
میشه رضا شاه، سردار سپه و نخست وزیر و ولا بر میشه رضا شاه با رندی. محمد رضا شاه وقتی فروغی میاد با انگلیس صحبت میکنه و توافق انگلیس میگیره که پسر رضا شاه به سلطنت بمونه و بر امنیت و فلان اینا بهتره، خب میمونه. ولی مگه چند سال اول محمد رضا شاه چون هنوز قدرت نداره، تفنگ نداره، میاد وقتی کنفرانس تهران تشکیل میدن محمد رضا شاه میاد به این ابرقدرت که اونجا ستاشون جمع شدن، یا ما تفنگ نداریم، چند تا تفنگ به ما بدین. استالین میگه حالا باشه و فلان، میگه 400-500 تا تفنگ به ما. خب تفنگ نداره، حتی قدرت نداره، خب نمیتونه اونجا کاری بکنه. اینم خیلی چپول مپول مشک ملنگا که نفهمیدن، حالا بفهمیم. خب در مراحل نخستین چند سالی محمد رضا شاه باید با اینا کجدار مریض کنه، هر چی سلام حال شما خوبه، بله 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 بله، تا اینکه قدرتمند بشه، بعد بعد سرویسشون کنه و میکنه، بعد دیگه بعدا در برابرشون وای میسته محمد رضا شاه. این رندی آریایی که شیراز و حافظ رند شیراز رو در جهان جا انداخت. حالا من امروز به شما مختصر توضیح دادم، ولی چون همه تون شما فهمیده و فرهیخته و سیگرک و باهوش هستید، دیر زود میفهمید. فهمیدید یعنی چی؟ یعنی رندی یعنی چی؟ حالا دکتر عباس پالیزدار با رندی، مثل خیلی رندای دیگه الان تو ایران، چقدر رند دارن افشاگری رژیم میکنن، در ارگانهای بالای قدرت هم هستن، ولی با رندی پیش میره کارشون. یارو رندی میکنه، جلو خامنه‌ای میاد، قربان رهبر ما هستید شما، ولی امیر ارتش اونجا هست، امیر فلان جاست، یه روزی تحقه میشه برم به شما بگم که ما همه بیاییم به شما بگیم، اون هم اونجا نشستم، بعد برای این بچه ها رو بگن اذیت کنن این عزیزان اینا. الان هم مسئله رندی خیلی مهمه در داخل ایران، یعنی حل برای همینی که ما تو دولت موقت شما ببینید، دولت پیشنهادی که من پیشنهاد کردم از 2 سال پیش و اینها، بچه های را تو خود ایران گذاشتیم. تو ایران که تو هستی، تو خارج اومدن تو رخت خواب شما نفوذ کردن، همه تون از دم، یعنی تمام اونهایی که کار میکنن تو خارج از کشور، اینا به گونه رژیم روشون فعالیت داره، ازشون اطلاعات داره، دسترسی داره بهشون، میتونه مانیپوله دست ذهن اینها رو، میتونه در دست خودش بگیره، میتونه یا بگه آقای پالیزدار که داره تبلیغ مجتبر میکنه، میخوان بزنن ایرو عباس پالیزدار رو که داره تمام رژیم میگه دزدن، تمام رژیم از قوه قضایی رهبری به تشوی اونور و اینور همه رو میگه دزدن، سندام میگه تو انقدر مده. خب این خطرناکه برای این رژیم در شرایط کنونی. قبل از اینکه آقای امام کاشانی بیاد، یه آقای دکتری من رو صدا کرد، گفت این دقیقه میای اینجا. گفت من بچه باجنا آقای امام کاشانی هم، آقای پالیس دارم، از یه خواهش دارم تا آجا نیم بده واقعیت های برای ما بده. این حرفایی که از آجاقا زدی شما باعث شده که بچه ها اینجا نماز دیگه نمیخونن، بیان اینجا اصلا قصبیه با اینجا ما هم با مال آلوده است و فلان. از این بدتر اینه که من برادرم شهید شده، من زن و بچه برادر من دیگه خونه من نمیان، میگن اما مالت حرامه، ما خونه شما نمیاییم و زندگی منو مختل کرد. من میخوام ازت خواهش کنم در حضور حاج آقا اسد سوال میکنم که آجا این حرفا درسته؟ خودم و همه پرسنلی که به این مسئله توجه داریم بریم. آقا این داره ما تبلیغ مشتبه میکنه، مشتبه یعنی چی؟ حالا مشتبه رو من به شما بگم. مجلس خبرگان پس از کشته شدن رئیسی، همین تازه که تشکیل شد، اینا الان 3 نفر رو نامزد کردن برای رهبری، یعنی 3 تا رو انتخاب کردن، از بین این 3 تا یکیشون میشه، یا امکان داره 3 تاشون اعلام کنن که چیان. یکی از یکی مزخرفتر، یارو میرباقری که از این جنگ طلبای بیگانه، اصلا از انگلیسی هم بدتر، یعنی ایرانی نیست، حرومزاده. این حرومزاده که خود آقای میرباقری، مهتی دارم میگم حرومزاده ای تو،
آیت الله پیشانی تو حرم زادی بی شرف، توی مملکت اومدی خوردی خوابیدی چلت گنده کردی میگه ایرانی فلان تو ایران تو بعد او مزخرفات دیگه اینقدر گفته تو در رابطه با جنگ آخر زمانی و این امام زمانی اینا، همه بچه‌ها بدونید که اینا دشمن ایرانن. همه اینا امام زمانی وجود نداشته و نداره و نخواهد. امام زمان آهوی دریایی است، امام زمان کیان پیر فلک، امام زمان رضا رهنورد، امام زمان مهسا امینی است. اینا امام زمان بودن بدبختا اومدن رفتن، شما نفهمید. این امام زمانی که اینا میگن اینا همشون نوکر استعمارن. و در رابطه آن جنگ جهانی که باید راه بیفته، از این 8 میلیارد 7 میلیاردش کشته بشه از بین بره، 1 میلیارد و همین ایلون ماسک الان داره میبره دیگه، توی مارس خانه بهتا میفروشه، بیچاره بدبخته. اینا شناسنامه ایرانی مگه دارن؟ حرف مگه ایرانی میزن؟ اینا دشمن ایرانن، بیگانن. خب یکی میر باقری که میشه دیگه، یکی دیگه شی آقای اعرافی. آقای اعرافی افتخارش این خیلی پول در دستشه، خیلی امکانات داره، خیلی کار اصلا خارج از کشور ریس گردونده و میگردونده. خودش داره میگه که 50 میلیون رو من شیعه کردم، تازه این 50 میلیون رو کرده، 50 میلیون هم قبلی کردم، 50 میلیون هم کسی دیگه کردن. اینا گشنگده های دنیا و آفریقا رو اینا ماهی از 20 دلار 100 دلار گرفته، 1000 دلار 10000 دلار بینا دادن که مسلمون بشن شیعه بشن. اونا پولای شما رو که گشتاتون میذارن میخورین، خیلی از این پولا رو هم از تحریم ها دادن. یعنی وقتی میگن یک کسی تحریم شد، تحریم فقط اینه بچه ها گوش کنید بفهمید، تحریم یعنی که پول هایی که تو خارج از کشور داشت مصادره شد. تحریم یعنی این برای سفر نه، نیست که بخواد بره سفر کار. تحریم یعنی همه پولایی که ایارو تو خارج داشت تحریم برده. خب این پولا رو که میگن تحریم میکنن، او کسی که کمپانی بانکی فینانسی که این کار میکنه یه درصد برمیداره، یه درصدی برمیداره. بعد اونایی که پولا رو از یه جای نگه میدارن، چون تحریم مصادره شده، مصادره دزدی نشده، شاید بخوان یه روزی بدونم بس بدن، ولی تا حالا پولی شهر هم حتی بس ندن، چه برسه اینا رو مصادره کردن. خب از همین پولا هم اینا در وسط خرج میکنن و بده بستون میکنن و همین سیابازی های پولشویی که میکنن میدن بینا اینا گرتالا گردوندن و کارشون و فلان و نه. خب یه آقای عرافی که اصلا عرافی تازه خیلی ها میگفتن این میخواد رئیس جمهور بشه به جایی پزشکیان، ولی این کلکی که آخونده که نه همون رئیساشون زدن استعمار نوزد. شما قبل از اینکه ترامپ رو اونجا به پیروزی برسونن، دیدید تو ایران پزشکیان رو گذاشتن به خاطر اینکه پزشکیان الان راحت‌تره میتونه کار کنه. الان با آمدن پزشکیان همه چیز به نفع اینا داره، به رژیم داره پیش میره، همه چیز به نفع رژیم پیش میره. شما در نظر بگیرید که من الان میخوام به بیبی یک حرف بزنم اینجا. بیبی جان، بیبی ببین اینا تو رو انداختن تو تله، کاری کردن که تو یک جنگی رو شروع کرد، این جنگ بر علیه تروریستا بود، خیلی هم به حق بود و هست، داری تروریستا بود، ولی تو این جنگ آدم های زیادی آواره شدن، سرزمینه های با خاک اکسان شدن، کشتار بیرحمانی صورت گرفت، بچه کودک زن همه کشته شدن. هدف اصلی استعمار سربلندی اسرائیل نبود برای اینکه این تلر جلو پای تو گذاشتن، چون پرونده داشتی، به خاطر گفتن تو حتما جنگ رو ادامه میدی به خاطر که پرونده هات نره تو ناتور زندان نبره، روی زمینه تو رو تو تله تو رو انداختن. مثل که پوتین هم تو تله افتاد تو اوکراین که رفت اونجا حمله کرد، فهم گل سه روزه کارش درسته. اینا تله هایی بود که استعمار جهانی انداخت. حالا تو رفتی 4 تا تروریستی که نوچه های تهران بودن رو کشتی، 4 تا نوچه های اینا، ولی تو میدونی پدر کشتی و تخم کین کاشتی. تو الان یک جو ضد یهودی تو دنیا رو انداختی که اینجا توی همینجا رفقای یهودی مو که من میبینم روی صندوق نام ها که اسمش بوده ورداشته، یک اسم دیگه گذاشته، لباساش عوض کرده، کیپر دیگه سرش نمیذاره، فلان نمیکنه، و چندین هزار نفر از این مملکت خارج شدن، از همه جا تو اروپا دارن خارج میشن. جو ضد یهودی اینقدر قوی شده که تو حتی با یک مسیحی هم که صحبت میکنی، وکیل وزیر هر کی میخواد باشه، میگه آره این حماس تروریست نه چیزا، ولی بیبی هم داره قتل عام میکنه، ژنوسید میکنه، فلان فلان فلان، ضد یهودتون کردن.
یعنی ضد یهودی که جو ساختن تو دنیا، پول دادن که جو شیعه و سنی، جنگ شیعه و سنی که راه افتاد بود با داعش اینا تبدیلش کردن به. حالا میخوام اینو بگم بیبی، با این وضع اگر تو سر مار رو، سر افعی رو، روحانیت و سادات تازی حاکم بر ایران مثل حسن نصرالله هنیه اگر حذف نشن، اگر این حکومت ولایت فقیه بمونه، زیان رو اسرائیل و قوم یهود از نظر روانی میکنه. نظر روانی دیگه اینجا جنگ نیست که بگیم، از نظر روانی الان قاطبه جهان، من در درون جامعه هستم و اینم که من میگم خود یهودی ها میره میگن، یعنی انجمن ها و گروه هایی که یهودی هستند، اینها خودشون هم از این همزمان که حمایت میکنن از جنگ و سرکوب تروریست ها، ولی میگن که این موجب شده که جو ضد یهودی در جهان گسترش پیدا بکنه، از بودایی و مسیحی و هر دین و اینا که بگی، طیفای مردمیش، طیفای بالا که به خاطر حفظ پول و قدرت خودشون و اینا، همونا هم باز من آدم هایی دیدم اینجا همینجا قدرت داره یارو، جایی کسیه، ولی فکر کنم من چون ایرانیم هرچی باشه میگن این اینجوری فکر میکنم، یه ایرانیه به من میگه، میگه بابا داره جنایت میکنه، که جنوسید داری میکنه، چی میگی تو؟ داویدی داره جنوسید انجام میده، ولی تا هم یک میکروفون بگیره میگه بله بله، نه ما آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بودیم، چرا بودیم؟ اینو حرم زدن همشون، قتل عامایی که کردن میکنه غرب، غرب کاری که کرده، یهودی کشی که غرب کرده، خود غرب یک غربی ها به مراتب بیشتر از هر چیز ضد یهودی هستند، جنگ های بزرگی علیه یهودی کردن. حالا بی بی جان اگر نکنی مثل هنیه و حسن نصرالله و اینا برای ایران، زیان رو تو میبری و اینا امپراتوری شیعه شون رو تو دنیا گسترده میکنن، در دراز مدت خطرناک میشه و بعد اون جنگ جهانی هم که بخواد راه بیفته که ما بگیم هر چیز یهودی مثلا فرنجانی بود، اونم اون الان تکنولوژی الان فرق میکنه با اون قبل. همین ترامپ هم که شد تو میگی تو رفیق مهم، میگه هم رفیقم دست میده اینا، برو ببینم ترامپ هم که به تو حمله کرد، گفت بنیامین نتانیاهو با من همکاری نکرد تو قضیه قاسم سلیمانی، تو قضیه فرانفان، اون تعدلش کنار داره الان به خاطر همین عروس دامادش و دختر دیگرش گذاشته کنار، ما ندیدیم تو اینا، یعنی به سخنها هم اعتماد نباید کرد. برای همین ایران رو الان تنها ما که نمیتونیم، که ملت ایران که آمد تو خیابون داری تعارف نداریم، که تعارف نداریم ملت ایران چقدر آمد تو خیابون، چقدر جانفشانی، پدر سوخته زدن، کشتن. الان مثل صدام حسین، مثل قذافی، مثل حسن نصرالله ایران سران میتونن برن. او کار اگه کرد بی بی برده، وگرنه باز برنده شوربختانه دشمن ما میشه. اینه تو پرانتز شما داشته باشید، خیلی مهمه. از اون طرف هم به شما بگم تو چه وقت دیگه شاهد خواهید بود اگر بشار اسد رو بکشن، ترور بکنن، یعنی تمام دیلا انجام شده، آخوندها رو اونجا نگه میدارن و من فکر میکنم بشار اسد رو در روزهای آینده ترورش کنن و از میان ببرنش تا دیگه اینا کاراشون راحت بشه. یعنی محمد بن سلمان با اومدن پزشکیان، چون اینا سرمایه گذاری زیادی خود اینا توی زمین ها داشتن و دارن، توی قسمت اصلاح طلب ها و اینها، الان محمد بن سلمان با مشتبه اینا، مدت ها من به شما گفتم برید برنامه های 3 سال پیش من، از روز که محمد بن سلمان اومد گوش کنید تا الان، اینا با هم در تماس بودن، دیدار کردن، ملاقات ها کردن، فلان کردن، بده بستون ها کردن، قول و قرار ها گذاشتن و الان هم علنا محمد بن سلمان اعلام کرد که با حمله به ایران مخالفه، اعلام کرد که جنوسید داره انجام بده، یعنی قتل عام، کشتار جمعی داره میکنه اسرائیل و همه اون حرفایی که دارن بقیه میزنن رو بن سلمان هم گفت و هر چی باشه تاثیر داره تو دیپلماسی جان. از اون طرف هم با ترامپ اگر رفاقتی داره، ترامپ خب پا کاسب کار پول رو عربستان سعودی میده،
اسرائیل که همش پول میگیره، مثل فلسطینی هاست اسرائیل پول میگیره، ولی اگه فلسطینی $10 میگیرن هیچ چی کار نمی کنن، اسرائیل اگه $10,000 میگم مثل $100,000 اینا میگیره، $1,000,000 میگیره، به جاش کار میکنه، تکنولوژی اختراعات میکنه. پس پول سعودی میده، کشور عربی میدن، اونها هم الان اگر تواف اگر نیست که قطعی است که پزشکیان رو که اینا گذاشتن، استعمار که اومد استعمار پزشکیان رو گذاشت، چون اونجا دیدید تو حرفایی که مصاحبه‌ای مال دکتر پالیزاد دیدین، خامنه ای هم پخی نیست اونجا، کسی نیست. من به شما گفتم سوال هست که ماشین اونجا، ربات اونجا، الان مشتبه رو اگه میخوان بذارن فلان، اگه نشد بخوان عرفی رو بذارن، اگه نشد این میرباقی رو بذارن که جنگ رو ادامه بدن، بکشن قتل هم کن، چون خودش گفته که ما قبال جنگی هستیم. شورای هم که تشکیل بدن، شورای رهبری، ستا اینا رو بذارن رهبر شورای رهبری، اون اهداف خودشون رو دنبال میکنن، اهداف خودشون هم نابودی ایرانه. شما باید به فکر میهن، به فکر مملکت باشید. وگرنه آخونده اگر حتی مسلمون میبودن، پیرو محمد حتی اگر میبود، ببین اگر این نظام حاکم بر ایران واقعا مسلمون بود و واقعا پیرو محمد بود، محمد پیغمبرشون رو دیگه، محمد چیکار کرد؟ محمد یک عالم جنگ که یهودی کشی کرد، یهودی رو کشت، قزوان بود اسمش، قزوان حمله میکرد، داروی اینا رو میگرفت، مردا رو میکشت، گردن میزد، بقیه یک عده فرار میکردن، زناشون رو میگرفت. دو سه تا از زن محمد یهودیان، جویره و حالا بگذار. اصلا شوهر یارو تو جنگ میگه میزنه با تیر میکشه، میگه دیگه بیا ما برش. قبل ازش خواستگاری کرده بهش نده بودن، بعد که پیغمبر میشه تو جنگ. خب قتل عام ها و فلان ها هست، وقتی یهودی ها رو میکشه و قلعه های زیادی رو میگیره و پول و ثروت اینا، دیگه وقت بره مکه. وقتی وقت بره مکه صلح میکنه با ابو سفیان، با پسرموش صلح میکنه، همیشه که الان مشتبه خامنه‌ای با محمد بن سلمان صلح کرده، پسرمون با هم صلح میکنه. صلح که میکنه خیلی جالبه که بدونید، گفتم دوباره بگذاریم که ابو سفیان به پیغمبری میگه قبول ندارم عبدالله اینا، بهتون گفت هفته پیش اینا. نکته خیلی مهم، هند زن پسرموش توی جنگ عموی محمد رو کشته، به یک سیاه خوشتیپی که تو جنگ بوده تیرانداز بوده گفته بزنم پدر سوخته رو بکش. خوب گوش کنید بچه مسلمونا، خوب گوش کنید، جمهوری اسلامی میگید گوش کنید، تیر زده حمزه کشته میشه، میفته زمین. هند الان میگم هند همه تون میشناسینش، روزه ها و اینقدر صحبت کرد، هند یه لقب داره، هند یه پسوند داره، هند جگرخوار. آره بچه مسلمون عزیز من، آره سید اولاد پیغمبر آقات، آره سید اولاد پیغمبر بابا جان، هند جگرخوار. حمزه میفته عموی پیغمبر، کشته میشه، هند دستور میده که برید جگرش درید برای من بیارید، تبهش همه جانبه، میرن جگر داغ آقای حمزه عموی پیغمبر که یکی از مشاورین پنجگانش هم بوده، خیلی هم مقتدر بوده، خیلی هم قوی بوده، حالا میکشن، میره جگر یه در میاره، محمد هم اونجا وایستاده داره به جنگه اون برای این رو محمد هم داره میبینه، جگر میگیره، جگر عموشه میدن به هند، هند میگیره جگر هم به محمد هم اینجوری میکنه، میخوره جگرشو، جگر عموی محمد رو میخوره. خب چی؟ حالا محمد وارد مکه میشه، قبلا امضا داده که خانه ابو سفیان امنه و خانه امنه، نه تنها خود ابو سفیان و زنش هند جگرخوار. بیچاره های بی سواد سادات تازی پرستان، نه تنها خانه محمد امنه،
نه تنها خانه ابو سفیان امنه، زنش در امنیت هست. هر کیم تو خونه بره در امنیت، هر کی اصلا تو مکه هست امنیت. هند جگرخوار رو محمد اینجوری انتقام میگیره ازش، انتقام اینجوری میگیره، میبخشش، تموم شد رفت، شهید بوده برکت آورده براش ول میکنه. حالا همین الان که من دارم بهشون سوال کنم، بچه ها شنیدین؟ اون بچه هایی که سلحشوران آریایی هستین، در ارگان های قدرت هستید، بچه هایی که توی ارگان های قدرت هستید، گوش کنید. هر کس توی ایران شعار جنگ میده، شعار انتقام میده، آقا نزدیم چرا گفتی میزنیم، حالا فردا میزنیم، حالا پس فردا میزنیم، او میزنیم، این میزنیم، آقا چرا نزدیم، باید بزنیم. همه این پوفیزه که می نزدن نزدن میگن، اینا همه نوچه های مهدی میرباقری همی آخونده، یکی از سه تا کاندیدای رهبری است که اینا میخوان ایران نابود بشه. اینا ایرانی نیستن، اینا اصلا ایرانی نیستن و اینا نابودی ایران رو میخوان. تعارف نداره. ولی خامنه‌ای اگه خودش و فلان و باندش و دستگاه کامپیوترش قاطی کرده، شما نباید قاطی کنی. شما بایستی خودتون آتش به اختیار اینجاست. هر ایرانی که ایرانیست باید ازش دفاع کنید. هر کسی که اسم ایرانی داره، شناسنامه ایرانی داره، بیاد حرفای سید مهدی و افرادشو میزنه. افراد دارن اینا، یعنی تمام اینایی که در ایران دارن از انتقام و تداوم جنگ و خانه خرابی میهن اینا صحبت میکنن، اینا همشون مزدور هستن. حالا دو جورن، یه جور مثل خود رئیسای اینا سرسپرده وابسته که حتی یارو میگفت اینا بگیری ختنه هم نشدن، و یکی دشون خر میشن، خر اینا شدن، خر مقدس میگن، خره آخونده شده. دوتاشون شپشن، دوتاشون پشن، دو طایفه ضد ایرانی هن. پشن کاری که بیبی داره انجام میده، پشار داره میگه، من پشار میزنم، میگه هر کی رای داده به اینا من میزنم، بلکه به حماس و حزب الله رای داده من میزنم. حالا بدبختا این رو بدونید که فردا اگه مسئله جنگ تداوم پیدا بکنه، شما همه تون که میلیون میلیون رفتین رای دادین، ترتیبتون داده است. بعد اونا هم که رأی ندادن کنار اون ترتیب شده است. خبر ها، نگه باز نظر خبر بهتون گفتم. این رو فهمیدین؟ این رو فهمیدید عزیزان من، مهربان یاران، که ایران داره دست میره و شما اگر میخوان در دستتون بمونه، بایستی همین رو رعایت کنید که کسانی که ضد ایرانی هستن شما از جلوشون در بیاین. آهوی دریاری میبرن بیمارستان روانی، توف به غیرت همه شما. ندیدین ترک ها چه کار کردن؟ ندیدین ویتنامی ها چه کار کردن؟ ندیدین آمریکای لاتینی ها چه کار کردن؟ آفریقایی ها چه کار کردن؟ دختر ایران رو برید از اونجا درارید، بدبخت ها. الان درست مثل که قحطی میافرید انگلیس برای ما و غیره، ما حال سربازای روسی تو ایران میکشتن، مسجد اجی گوهرشاد به تو میبازن، الان همون کارار میکنن، ولی یارو فارسی حرف میزنه. اکثر اینا مسلمان نیستن، ایرانی هم نیستن. من یک مسئله بگم، مسئله ختنه. یکی از عللی که آخوندا رو رضاشا ترتیبشون داد، یکی از دلایلش بود که رضاشا میره یک شهری، میره اول از همه میگه بریم دیدن آخوند شهر، من میگم آخوند آیت الله رضا مرد. خب پس بریم تشییع جنازه فردا عصری که میخوان خاکش کنن. میگه قربان خاکش نمیکنیم. چرا؟ منتظریم آیت الله پشمک شفتالو از فلانجا بیاد، گفته که او حتما باید بی نماز بخونه. و مردی که تا اون موقع که میپوسته که نه گند میگیره، نه آخر بعد میره دفنش کنیم، بعد جمعش کن، جمعش کن، جمع میکنن میره دفنش کنن، میرن بشورنش. اینا یارو ختنه نیست، ختنه نیست. رضا شاه میگه مادر فلان شده، یک امسال شما رو چینی اومده که ختنه نیست. بعد تحقیقات فلان از چی جور شده، کی شده وارد ایران، چه شما اینا یارو انگلیسیه. این آقای سفیر درود دارم، حالتون چطوره؟ سفیر انگلیس در تهران فارسی شدید چقدر خوبه، قرب سبزی رو میشناسه فلان. خب این همیشه دیگه فارسیش هم خوب بوده فلان، آیت الله شده.
بعد اینو هاشمی رفسنجانی میگفته و اینو تعریف کردن من تو چندم پرو تلویزیون. رفسنجانی میگه ما یک روز رفته بودیم حموم تو طلبگیمون که بود دست جمعی رفتیم حموم، بعد ما همه لنگان رو وام کردیم دوش بگیریم، ما هم شوخی میکردیم، هی در این دوش میزدیم، در این دوش میزدیم، هر میخندیدیم، میگه یه در این دوش دوام کردیم، دیدیم که از این سید اولاد پیغمبر ها، یکی از این بچه طلب هایی که سید، این رفسنجانیه دیگه، این جدیده، میگه دیدم این سید اولاد پیغمبر، اون موقع من 23 سال عمرش بوده، آخوند بوده طلب، میگه دیدم ختنه نکرده که، گفتم آقا جون تو چه ختنه که برو بیرون به چیز ما چه کار داری حالا ما ختنه کردم ما تو چه برو بیرون، میگه ما آمدم بیرون ولی به هیچی نگفتم، درست هم کار رضا شاه، میگه رفتم تحقیق کردم ببینم از کی وارد حوزه شده چی جو وارد شده، ننش کیه باباش کیه، دیدم دهی رو گفته از فلان ده اومده فلان، میگه ما 4-5 از عکسای رو برداشتیم و با یکی دو تا از بچه‌ها رفتیم بوده فلان، تحقیق کردم دیدم دروغ میگه از اونجا نیومده، یارو انگلیسی بوده. نکته دیگه من خودم شنیدم از آقای لاهوتی، حسن لاهوتی لاجوردی تو زندان زد کشتش، آیت الله حسن لاهوتی رو تو زندان زدن کشتن اون روز اول انقلاب، با همین چیزم رفیق و فامیل بود و رفتن این اومده بود مشهد، ما با هم رفتیم پیش استاد محمد تقی شریعتی، یعنی مهمان من بود لاهوتی، با ماشین من ای ور اون موقع حسین داداشم برای من یه فیات قرمز کورسی خریده بود، آیت الله لاهوتی با ماشین من ای ور ور میگفت عجب ماشین قشنگی داری، ما میخوام همین مجد بمونم این ماشین تو رو سوار شدم، فیات قرمز خوشگلی بود. ما رفتیم خونه آقای شریعتی، بابای دکتر شریعتی، محمد تقی شریعتی که خیلی آدم خوبی، اونجا که نشسته بودیم تو خونه میوه میخوردیم و چای و اینا همه میخندیدن، همش 10 نفر هم بیشتر نبودن اینا، یه آقای لاهوتی خیلی شوخ بود، دارم میکشتنش دیگه، آدم درستی بود، خیلی شوخ بود و این تعریف میکرد، چون آقای محمد تقی شریعتی هم این خودش قبلا آخوند بوده زمان رضا شاه، وقتی لباسا رو برمی‌داره رضا شاه اینا برمی‌داره مرید رضا شاه میشه دیگه، میشه معلم تو مدرسه، لباس هم نمیپوشه ولی پسرش خر میشه، مردم رو هم خر میکنه، دکتر علی شریعتی پسرش با فرق، استاد محمد تقی شریعتی انسان با شرف و بزرگواری بود، اینا با هم میگفتن میخندیدن اینا، یهو آقای شریعتی چیزی گفت اینا چی خندید، منم تقریبا وسط دوتاشون نشسته بودیم، نزدیک من با هم نشسته بودیم چون ما مهمون ما بود دیگه، بعد یهو دیدم لاهوتی شروع کرد به گفتن، گفت آقا اون آیت الله فلانه یادتونه، آره آره آره، گفت آقا این مرده بود، وقتی مرده بود ما گفتیم بریم نه، بعد من میخواستم تبرک بشه دستام، اینا طلبه بودیم آقا دیگه، گفتیم بریم ما هم تو قسلی که میدن دخالت کنیم، میگه رفتیم تا رفتیم تو دیدیم عورتشو پوچوندن و هی ما داریم فلان، هی خب آقا بس دیگه برو بیرون، گفتم آقا بذار بقیه شو باشه، میگه چی میخوای عورتشو حتما ببینید، گفت میگه ای داره عورتشو تا از اخوندای چی هست، نه میگه دادم عورتو و دیدم یارو اصرار میکنه، دیدم ختنه نیست، آیت الله لاهوتی شاهدش، برمیزن میکشنش. بعد دیگه از ای که آخوند ختنه نشده تو تاریخ چقدر داشتین، از وقتی که انگلیس ها این واژه آیت الله و حجت الاسلام و تشکیلات روحانیت و حوزه قم و حوزه مشهد و حوزه نجف رو ساختن با پولای خودشون، بی نهایت شما نمونه دارید، بیایید دیگه چی میخواد، پس مردم گول اینا رو نخورید، گول اینا رو نخورید، اسلام و دین و مینشون همه چرته، بچه ها اونه که یه ذره ایران رو دوست دارید به ایران بیاندیشید، برای ایران کار کنید، اینا رو ول کنید، اینا همه شون دوست و چپاولگر هستن. به پایان برنامه میرسیم، تا برنامه دیگر همه شما رو این صورتهای ماهتون رو میبوسم و سر تعظیم فرود برم جلو زنان، مردان، پیر، جوان، نسل آریایی، نسل روشن و بیدار سرزمین کهن ما و نفرین و ننگ بر اکثریت خاموش تازی پرست. از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، دبیرکل تلویزیون آگاهی بخش پارس، از مرجان جان عزیزم بسیار سپاسگزارم، خانم دکتر،
و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی سپاس گذارم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، درست شادی کنن، آهنگ شاد پخش. من آریایم، من آریایم، از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، از قعر دره های دلفروز، از قعر دره های دلفروز، خوشی نور را در چار سوی من جار میزند، جار میزند. من آریاییم، من آریاییم، خاک وجود